ساعتی پیش با مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا گفتگو داشتم و از او در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق اقلیت پامیری در تاجیکستان پرسیدم. پاسخ مظاهر رئیس‌زاده را با هم ببینیم و بشنویم. با سلام و وقت بخیر. نقض برنامه ریزی شده یا سیستماتیک حقوق اقلیت پامیری در تاجیکستان میتونه چند دلیل مختلف داشته باشه: دلیل تاریخی، دلیل قومی، دلیل مذهبی و سیاسی. خب پامری ها عمدتا شیعه هستند، شیعه های اسماعیلی هستند، در حالی که اکثریت جمعیت تاجیکستان سنی مذهب است. این اختلاف مذهبی نیست به فاصله ها و شکاف های اجتماعی و فرهنگی دامن زده و بتانه عامل تنش و تبعیض باشه. خب پامری ها از جانب دیگه از نظر زبانی و فرهنگی با اکثریت تاجیک ها تفاوت داره. پامری ها به زبان پامری صحبت میکنه که با زبان تاجیکی زبان رسمی کشور است، متفاوت است. این تفاوت زبانی و فرهنگی به ویژه در کشورهای بعد استعمار یا کشورهای جهان سوم با تمایل به یک پارچگی فرهنگی و زبانی ممکن است زمینه ساز تبعیض و سرکوب‌های فرهنگی باشد. خب از جانب دیگر می‌بینیم که منطقه گورنوی بدخشان که پامری‌ها در اونجا زندگی می‌کنه از نظر ژئوپلیتیکی و جغرافیایی هم دورافتاده و کوهستانی است. این انزوای تاریخی موجب شده که پامری‌ها از جریان‌های اصلی سیاسی و انسانی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان جدا بمانه و همواره در طول تاریخ با چالش های در زمینه دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی اینا مشکلات را داشته باشه و موانعی وجود داشته باشه. مسئله دیگه مسئله ای است که در تاریخ پسین تاجیکستان جنبش های جدایی طلب در منطقه گورنوی بدخشان و اعتراض های سیاسی به عنوان تهدیدی علیه دولت تاجیکستان و دولت مرکزی تلقی میشه. مقامات پاکستان هم برای کنترل منطقه مقامات تاجیکستان هم برای کنترل این منطقه سیاست های سرکوب گرایانه و حضور گسترده نیروهای امنیتی متوسل میشه. این سرکوب ها معمولا تحت عنوان مبارزه با تروریسم یا مبارزه برای تامین امنیت ملی و حفظ امنیت ملی توجیه میشه، اما در عمل به سرکوب سیاسی و اجتماعی اقلیت پامیری نامونجر میشه. مسئله دیگه مسئله ای است که پامیری ها در ساختارهای سیاسی و اقتصادی تاجیکستان کم نمایی داره و از بسیاری از مناصب دولتی و فرصت های اقتصادی حذف شده. اینا متاسفانه این حذف ها همراه با تخریب کسب و کارهای محلی و محدودیت در مشارکت سیاسی خودش بخشی از تبعیض سیستماتیک علیه ای اقلیت ها تشکیل میده. خب در بسیاری از جوامع پسا استعماری که ما ببینیم یا در جوامع در حال توسعه دولت ها تمایل داره تا هویت ملی یک پارچه را ترویج بکنه. در تاجیکستان هم یعنی تلاش ها ممکن است با سرکوب هویت های فرهنگی متفاوت، هویت های قومی متفاوت از اکثریت همراه باشه که در این مورد هویت فرهنگی و زبان قومی ها هدف قرار داده میشه. در کل میتونیم بگوییم که از تمایزات قومی و مذهبی گرفته تا سیاست های سرکوبگرایانه دولت موجب شده که پامری ها به طور سیستماتیک در تاجیکستان با نقض حقوق بشری، حقوق انسانی و شهروندی مواجه شد.